همشریکی عدی همدرد مجری رسانه طلوع با خانواده های قربانیان حادثه کاج، همشریکی که با چشمان پر از اشک بیان کرده است. عدی همدرد در مورد حادثه دردناک کرس کاج چی گفته است؟ تسلیم نخواهم شد، زندگی می کنم. برای رویاهایی که منتظرن به دستهای من واقعی شوند. من فرصت برای بودن دارم، پس ساکت نمی نشینم. سلام دوستای عزیز، خدا کند که خوب و جور و صحتمند باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. هدی همدرد یکی از مجریهای سابق رسانه طلوع بود که بعد از تولد و سقوط حکومت جمهوریت به امریکا با خانواده خود پناهنده شد. شب گذشته این بانو در صفحه رسمی خود پیام دردناک گذاشت که غم و اندوه خود را با خانواده قربانیان رویداد دشت برچی کابل کرس کاج بیان کرد. او میگوید دقیقاً 5 سال قبل در یک حادثه مشابه یکی از نزدیکانمان را از دست دادیم. سخت‌ترین روزای زندگی من بود. ما نمی‌دانستیم چگونه این روزای سخت را فراموش کنیم. بعد از وقوع حادثه کاج باری دیگر قلبم تکه و پارچه شد. تصاویری که در رسانه‌های افغانستان و صفحات مجازی نشر می‌شد دلم خون گریه می‌کرد و هیچ نمی‌دانستم چی بنویسم. خداوند قیامت برپا کند که دیگر زندگی کردن در خارج و افغانستان خسته کننده است. روی رفتگان من شاد و یادشان گرامی باد. این در حال است که دیم درد کارمند سابق رسانه طلوع همه روزه پیام های غم انگیز برای وطن و خانواده می گذارد و از دوری مادرجان خود که در افغانستان زندگی می کند پست های دردناک و گریه می گذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. از زخمی کس خوش استم کس ناهی کس و خوش سلامه دیدیم ما دیگه از لحظه اقتصادم خوب ها و کاستی ها شاهکار زندگی خود هستم. کافیست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم، چون رویا